عیدت مبارک. خوب هستی؟ عیدت مبارک، روزه جانت. و نماز قبول. سلامت باشی. اگه برای تان راست بگویم مرا چیز نمیگی؟ نه از هم بیو بیو گفتنت ترسید. آن وان تیم میده دیگه. مادنگ از سر نرو ناز کنه چی میکنم. عاشق در بارشا هم من ز کابل میرم، در گل سرخ سخی جان با توکل میرم. چند روزه همچو مهمان می ستم. سلام. یک سال همیشه دو سال هست. شهش باز آمدنت نمیشه. دو سال همیشه این شهش باز. یک فکایی دیگه هم بگو. یک فکایی هم یک دو یک فکایی را بلد نیستم. اگر بسیار سرطان فشار آمد زیر آمد یک کش نسوار بزن. برام خالق زیبایی ها، هموطنان عزیز سلام و وقتتان بخیر. آرزومندم که خوب و صحتمند باشین و لباس صحتمندی و عزت بر تن داشته باشید. طاعت عبادتتان قبول درگاه رب العزت باشه. انشاءالله عیدتان مبارک. دروزید چطور گذشت؟ انشاءالله که به بسیار خوبی و خوشی سپری کرده باشین. من همراهی فیاض جان عرب که در بخش کمره است، اونم سلام تقدیم داره خدمت شما خوبان بیننده. دوستو عزیزا زنگ زده بودن که میم عرب جان آمده بود که یک برنامه ثبت بکنیم، هم یک برنامه ایدی داشته باشیم، خاطرات خود را دوباره تازه بکنیم. یک ماه رمضان مصروف برنامه ها بودیم، همین سه روز هم رخصتی است، هم کار. در پاریجی که رخصت هستیم کار هم میکنیم، تفریح هم میکنیم. منتظر دوستو هستم، تماس گرفته بودن که نزدیک هستن. در روزا ترکس هست، باز بکنم که عزیزای ما، دوستای بسیار خوبم، همکارای بسیار خوبم آمدن. سلام. خوش آمدین. خوش آمدین سعیدان. سلام. سلام علیکم. ایاب شریف، عیدت مبارک. خوب هستی؟ عیدت مبارک، روزه و نماز قبول. سلامت باشی. اگه براتون راست بگویم مرا چیز نمیگی؟ نه، فقط من گفتم همی مادر خدا فراموش کردیم گپ اول. گفتم مرا یک دانه نسوار. خدا هدایتت بکند. عجل جان ایام شریف، من گفتم چی میگی؟ عید تو مبارک. عید چراغان است. عید مبارک. روزه نماز. ایام شریف، عید شما مبارک. شما مبارک. بازم سلام. عید شما مبارک. خوب هستید؟ بسیار جات خوش آمدین. خوش آمدین، صفا آوردین. ما و عرب جان سلام علیکی کردیم. چطور چراغان کردین؟ مایک دادن فریسه. بله بله. عرب جان اگه شام بده برای دوستا کنیم، گفتا که موتر جای بجای شوه. عرب آمد دیگه، اونه پیش از پیش خدا رسان. سعی میکنیم کوچکه که هیچ معلوم نمیشه. خدا داخل اولی کنیم. بله لباس های سفید پوشیدیم که دقل هم داماتی هم اینی. ما خو سه روز است که نمی کالای سفید در جانم است، مگم نگاهش کردیم که چک نشده. خدا خیر نصیب دان بکنه، چیره داماتا رو اردید کشیدیم. نوبت ما هم از بخیر. آه بخیر، این بازی داره در این موزیکی هایی چی هست؟ یه ریز چهره داماتا رو کشه. ما خواه داماتی رو تیر کردیم، خداوند مهم یکی پیر و کمپیر با بسازه دیگه. اما محبت دیگر هم یکی بکیم خوبتر هست. در شرایط افغانستان هم یک تار آلم نان بده. تعریف کو تعریف کو همیزنی دوم کلن خوب بسیار یک کارش خوب است بخدا. اما قطع ساعت آوا کرد. این همی کل گپ دیگه طرف همی چای و میمان نوازی و همی گپ و سخن دیگه مزه میتر. الله، چای و گپ و سخن هم میتر. بریم یا نه سخی؟ اید گشته؟ آها چطوره؟ بریم سخی جان، دمی اولی چی خوشت آمد جان؟ ای بچه ها، میریم خانه سخی هم یک اید گشته میریم. چی گفته؟ خوشکم میتونه کار کنیم. سخی گروپ ها هست، سخی خانه چراغان است. چطور گذشت فیصل جان؟ جان والا این چطور گذشت؟ خیلی خوب گذشت. اینا خوب بود که روز اوله با اجمل جان بودیم، روز دوم اومدیم پیش ما، روز سوم دیگه اومدیم پیش خودت. بله. پالک، مولی سرخک، نوش پیاز، گندنه، نعنا، فریمان. خب بچه‌ها دیگه زمین تازه تازه میکنیم. بله ما مردم اولی که کند یا اور یا مولی خورد. باش که من این کفتر رو الهام بتون. یه کوچک نیست. بیا بیا میگه کیو بیه ترس. اما ترس نیست. از هم بیو بیو گفتنت ترسید. خب از بعض وقتا که دخ میارم با کدر میا ساعتم تیر است. مرین قسمیش خوشه می اون جون به سرش که سفید است. آه شاید جودم سفید. خب یه همیشه کیره دروازش باز میکنم، تنها میباشم معمولا. میگن که
کسایی که نفس تنگی داشته باشه پیش کفتر بشینه، اینم خمخم کفتر و این بویی که داره می نفس تنگی رو برطرف میکنه. و تو میگن گوشت کفتر رو برای نفس تنگی فایده داره، راست است؟ گوشتش فایده داره میگن. گوشت کفتر خود کفتر رو میگه که فایده داره. و دیگه چیزی از کسایی که مثلا کمی استرس روانی داشته باشه کفتر هم استرس رو برطرف میکنه. ما یک کسونو باید گرفتیم خودت گرم میذاری. یکی شد از سخی جان بیدیان کنیم دیگه میروسیم. آه بخیر. یک نفس تنگی نداره. استرس داره. کفتر کس ذهن خوب آرام میسازه. البته تجربه که ما کردیم. زمانی که کم خسته میباشم وزیر اعلام میتونم نان میده میکنم برشان میپرتم، همین مستی میکنن سر دیوار میرن سر بام میرن پایان میشن. دیگه نمیپرن؟ نه برای پراندن نیست، باز اما فکرم دیگه میشه. نمیرن جای دیگه؟ نه نه آمختصر نهاری. از شوق برای ما بگو، شوق خودت چی تعریف میکنی؟ تعریف خودت از شوق چیست؟ بهترین شوق این پرنده باب است که البته نپرانی آزارش ندی. ای که بریم شوق کنیم برای طرف سیگرت و چرس و شراب و ترابیت و چیزایی که مضر باشه به صحت انسان، همین خوب است که فکرت با کفتر و کتاب و گل و مطالعه بگذرانی. بعض وقتا من اینجا چوکیه که میمونم کتاب گرفته پیش از این کفتر و مطالعه میکنم. دمی چند وقت اگه متوجه شده باشین در یوتیوب بازار چلنج چلن بازی زیاد است. در بین کفتر بازو کیلو چلن میدی؟ میمو می فیصل غزنفری هم آدم با سلیقه است، هم آدم شوقی. امی آدم شوقی معمولا به شعر و ادبیات و مثلا حال هوایی که علاقه دارم، مثلا ببینین این گروپا که اینجا بند است مثلا با این دال و درخت اینا، باز از طرف شب خوب یک نمای مقبول میکشه. اینجا شب اومده بودم جمشید جان چی میکنه کتاب میگیری قسمی چراغ دلم را تو روشن نمودی. می او تو نگفته بودم، میگه چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد، اگر سوزد شب سوزد شب دیگر نمی سوزد. او تو بو چیره نیخو یک شعر دیگر هم زیاد میخوانی؟ نه چراغ دلم را تو روشن نمودی اگر تو نمودی اگر تو نمودی. مقصد یه این قدمی داخل کرد میتونی یک قدم بزنیم؟ آه قدم بزنیم، سر زمین ها برایم. نمی سر زمین ها برایم. بیا سخی جان بیا سخی جان یادم روز بخیر که اینجا دکچه پزانی کنیم، مردی کاری کنیم، ریکاری چی روزی بود به خودم روز. سخی جان امروز که آباتی داشتی در پشتی خانه نه؟ امروز خوب روزی بود، یعنی گذشت از او دو ماه دیر شد. بله دو ماه زندگی رو میبینین چه رقم میگذره؟ بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین. بله امو که میگه زندگی ذره کاهی است که کوهش کردیم، زندگی نام نیکویی است که خارش کردیم. زندگی نیست بجز عشق محبت به کسی، ورنه ار خار و خسی زندگی کرده بسی. اجازه است من جمله رو تکمیل بسازم؟ بین دوستا که تخم عشق بکاریم تا به نسل دیگر جوانه بزن. بله میگن در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک، بجز عشق، بجز مهر دیگر تخم نکارید، تخم محبت بکارید. بیا سخی جان اوشید رفته کجا هستی؟ این درخت انجیر است. باش بطن انجیر میگیره. آه خوب انجیر است. این درخت بیز اما قمه قمه کنه. آه ماشاءالله اونو بویام داره باز. اون درخت سیب است، سیب که در زمستان خشبه دیگه از بازار نمیگیره؟ نه از میوه‌جات خوب است. این شفتالو است، بهترین شفتالو میکنم و اونو سیب تازه امسال سیب کرده، سال گذشته چک چند دانه کرده و این سیب ما بهترین سیب است، سیبای زرد همه قدر همه قدر باز و هم دمای زمستان پختم شد. چین داشته باشی میگه تازه رای پیگنی ده قرارداد با ترکوری چی هست؟ ترکوری این گندن است، اینی نوشپیاز است، اونو نعناست، اینی مولی سرخک است و انار بسیار خوب داریم. انار قندهار که میگن امو است. بله همی انار خیلی دیر کلان میشه در بله. بله 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 بچه ها امی آب هوای کابل دیگه واقعتش که میگن دمی ایچ ولایت افغانستان نیست امو تر است. بوی زیر سکتو آب خدا خدا که چک بی داره این کفتر را که چنال بیروبارک است تا اینجا میان کفتر گل میخوره. گل میخوره؟ گل چون گل؟ وردار ایمشان؟ اینمی گلک ها را میخوره به خاطر که مریض نشن شوره میگن عادت دارن. بازم اینجا میان قدم میزنن مستی میکنن. میبینی عرب جان تصویر شده داشته باش؟ اما بازی سبزیجات خراب نمیکنه. اموش که مستی هم میکنه میخوره. میخوره اینا رو میخوره. خیانه خرابکار هستم. خرابکار هستم. خرابکار هستم. چی خوب غنبر میزنه سر سرخ؟ سرخ پتایی نسمون؟ او سار هست. غنبر میزنه؟
همبر به خاطر میزنه که اینا حتماً یک جفت هستند دیگه. بله صمیمیت نشان میده. صمیمیت همی کفتر ناز میده. باز بالای کفتر ماده همبر میزنه دیگه. یعنی تیم میده دیگه مثل بچه ها که سر دخترها تیم میده اونا وان تیم میده دیگه. کفتر ماده اگر سر نر ناز کنه چی میکنه؟ غمبر که میزنه خدمن ما هم یک چیزه که داره خب بس اونا تصویر شده داشته باشه که چی میکنه چرا و ای تاک بسا رنگور خوب است انگور قنداری میگن وی میگه باز یا غمغم میکنه یک چیز جالب دیگر رو برتان نشان بتم فیصل جان حجمل جان همتون خانم بریم چای نوشجان بکنیم باز بعدا نه بیا پشت مرغان اگر دیگه نه مرغای کلنگیست نه با نعنا ما میگم ببر هر قدر که میتونی فیاض جان تصویر شبی گم بوده میخواستم چیز جالب نشان بدم اونجا یک قفس هست که من یک سایره برای من یک نفر توفه آورد خب گفتم ببر گفت نه بس سایره رو آورد بار اول روانش کردم در سر از اون قفس موسیچه خانه کرده و من نگذاشتم دیگه موسیچه خانه یکش خراب شد حالا موسیچه پرید همین موسیچه وای تو یک لوده پرنده است در بسیار یک جایی ناق ناق خانه میکنه نه؟ یک جایی رفتیم در سر دروازی که وازه بسته میشه خانه جور کنه دروازه روا میکنم که نکن نکن تخمایش میگردم من میگم چیز میبینیم خانه موسیچه دیگه در سر در لبه که دروازه دمه در سر دروازه خب بچه ها دیگه امید دل آدم نمیشه وقتی که جای سرسبز باشه خانه را چی میکنه چای چی میکنه نان چی میکنه اینجا قصه میگیریم خلاص میوه خوشگل میوه را کمرای چای نخوریم ما نمیریم برو بیا امید قصه کنیم چطور نه ما خانه میشینیم خیلی بریم داخل خانه میریم بین از اینجا بسیار زیاد خوش آمدین قدم رنجا کردین دل استاد شه مایک کاش که گوسپند چطور بوی میداد نه باز به خاطر دوستا چمیده بود گو یک کشکو نفس بگی از نانا بوی گو نانا را چمیده بود گو کشکو خب باش کم گفت بازرگاه خوش آمدین قربان قدمایتون قدم رنجه کردین افتخار بخشیدین سلامت باشین نام خدا یک نور سعیدی کده نور داماتی و این نور عید رمضان لباس یک جای شده ماشاءالله نور نورانی شدی بیا بین دو سال در اتاق زیدا میگادم که میخوان خاص میگه خداوند قلبای ما رو نورانی بسازن ان شاء الله که در هر کار خود صادقانه باشیم تصویر ببینید عاشق در بار شاهم از کابل می روم در گل سرخ سخی جان با توکل می روم عاشق در بار شاهم از کابل می روم در گل سرخ سخی جان با توکل می روم چند روزه همچون مهمان می ستم در شهری ها آخچرا دیدش برغان تا سر پل می روم های با توکل می روم اجمل جان نازنین قربان قزم فری صاحب خواهش میکنم خدا نکنه باشه گرد چای بخورم بگیرم هرجان چای تا خالتی جا ماندیم والا زحمت کشیدی غزنفری صاحب مزایم جای خود رفتنی نبودی بیادر نه امروز نوبت من است که در خانه باشم معمولا یک روز هید لالای خرد می باشه یک روز هید لالای کلانه نکریوالی داره بله یک روز باز خودم می باشم که بخاطر دوستا و عزیزا میاین حداقل یک نفر در خانه باشه بخاطر پذیرایی و مهمان نوازی بسیار زیاد خوش آمدین خوش قدم رنجه کردین سلامت باشی زنده باشی. باشی لطف کردین افتخار بخشیدی قربان غزنفری صاحب سخی نازنین خوش آمدی خوش باشی گفتم بگی یک کم زرا سیمیان نوش جانه نوش جانه جمشید میفهمی در روزای یگانه چیزی که در بین قوم ما بسیار رواج است چیست روز سیومی عید اجمل دو موتر کاسر میشن یعنی دو موتر میفهمی چه قسم قوم های دور نزدیک یک جایی میشن در دو موتر کاسر حتی فکر کن تعداد این به 20 نفر 25 نفر میرسن کل خانه خیش و قوم دور نزدیک هم میگردن ای تو جای میری که ایران میرانده حالا یکی از مورین به یک روز میرین؟ روز سه میرین روز اولی خانه مثلا اگر خشوع و خسر باشه خانه خشوع و خسر چاش خانه هر کس که برابر شده که باز خانه رفت اینا من نفهم اشما چه رقم است از ما درست است که خانه خسر خشوع اول خوب پیش پدر مادر است بعد از او خسر خشوع اینا اما از همه مهمتری که اگر مثلا قبل از این
یکان کسی که خود نخواسته مثلا اینه فاتحه دار داشته خواهر باشه میرن به خاطر فاتحه. اما از نظر ما این کار اشتباس، از نظر اسلام هم اشتباس. در دین اسلام ببخشید 3 روز باید یاس گرفته شود، او را یخن پاره کردن نیست، سر صورت زدن نیست. حضرت مولانا میگفت زمانی که من از دنیا رفتم دف بزنین رقص بکنین، چرا که عاشق با معشوق وصل میشه. حضرت امام حسین نواسه پیغمبر خداوند صلی الله علیه و آله و سلم میفهمید که من برم به میدان جنگ شهید میشم، اما به عشق و علاقه رفت طرف میدان، میفهمید که عاشق با معشوقش وصل میشه. مرگ عزت است، ذلت نیست. اگر آدم واقعا خدا پرست باشه وصل میشه به خداوند. بعضی وقتا هستن که با سر و صورت بزن امانت است، وقتی که خداوند برای خانواده فرزند میته امانت براش میته. باز در نمازی چقدر در این باره گفته میشه، بسیاری از امون نمازی میبره راز با میره یک جای فاتحه از یک گوش میشه از یک گوش میبره. فیصل جان مثلا امی اید امون آدم خراب میسازن، مثلا این باز هم غمش بیادش میتن، درده که از یاد از رفته رو پس بیادش باز مسکین یک گیریان میکنن بازو چه رقم از بازو دیگه امون خانواده طبق رسم رواج وطنی ما شما از دیگه بازو هم تو میوه بگه پا نمیگیره چند دانه قند میگیره که والا اگر میوید بگیریم باز مردم بد میگه، میگه که وی میوید گرفتن مردی خدا در زیر بخل خود گرفتن. این تو گپای گپای ما بر صورت حال روزی دست گپای الهی ایچ هم وطن ما داغدار نباشن، ایچ هم وطن ما در این اید سوگدار نباشن و اید بسیار خوبی و خوشی سپری کرده باشن. ما اید دوارا میکنیم از یک کیک بگیریم، یک چیز دیگر رو میگم کیک از دبی آمدن قربانت تشکر خب یک کیک خوبی شما از بله 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 حضرت فرید صاحب یک موضوع دیگر هم برس بگویم امرو کنن بگی دیگر از جایی که ما احمد جان کلچه کردیم تو نگرفتی نه خوش شما رو به شما کلچه دفتر گرفت برمه بدر درنگی کردم نه امو شاو که رفتیم امو امینا گد رفتیم نه پشت شاو دار که رفتیم گرمت طرفه یه دشمنی دارن نبودی خودت به خیال مفتاری نو وقت میشه یه چی بود که وقت خانه دور است از دفتر خیلی آرا دور است خیلی آمدیم که بسیار زیاد دور است و من نو وقت ها میشد بس شبا که من خیلی خسته و زله دیگه میشم نه تا راست شما رفتین گرفتین واسه من از اینجا از بازاره که منطقه خود گرفتم غریبانه اونقدر رنگین نساختیم به خاطر که اگه بویم توانایی نیست باز مردم میگن باد سرخانه گدایی رو بده بار کردن همه قش خوب است که صاف نشه امید که فایده نکنه. ما یک موضوع دیگه هم میخوایم خاطر نشان بکنم به وطندارای ما، مثلا یک داد امی قوم خیشا مردما مثلا قسم عادت داره که یک آدمی که زندگیش خوب باشه پیسه دار باشه باز کل قوم در خانه زو میره. یک آدمی که در قوم مثلا از غریب باشه از یک بیچاره باشه ناتوان باشه مثلا زندگیش خوب نباشه باز کل قوم از او روی میگردانه. حتی در ایدام یکان تا باز بخی ننگ میکنه که او خانه فلانی کی میره برو چی میکنی. ما باور می است که در روزای اید اگر ما بریم در خانه هایی که مثلا امی هیچ حال دیگه کس بیگانه نمیگم امی قوم خیش خود در هیچ قوم خیش نیست که نه در بین شاید مثلا غریب و دستان نداشته باشه. چقدر خوب است که ما اگر پیسدار باشیم شاه و گدا بریم در خانه فقرا و نیازمندا و خسایی که زندگیش قدر خوب نیست دل از او نگرده که والا این زندگی ما خوب نبود خانه من آمدن نه باید اموجا بریم که او آدم دلش خوش شوه اینه من قوم دارم خیش دارم این تیگه پس برای از پیسدار کده خانه غریب رفته شوه که امو دلش خوش شوه دقیقا خاک زیر خاک که میره گدا باشه یک سان است. ما برم یک مهمان دارم. خب. مهمانک خودم بیارم. خب. که برم خیلی عزیز است. خیلی دوستش دارم نمود خانه. برکت خانه. خوشحالی خانه. بیاد از آدگه که تو نیست. بله. که پیشترم بازار بودن آمدک. اما یک بیارم. نه ای کاش بتانیم که همیتون همی گپ آمیاد شد. اگر در کدام برنامه بر نمانیم. خانه غلام سخی شانم بریم دمید گشت میریم میریم تو دیرام گرفته بریم دار جنده هست بریم بریم ما برم امگه که بیارم که بیار بیار که دیار داری ما مردم دوام بپاشه شنیدیم قصاش اما ندیدیم ایدی شد تیار بانیم یک بسکیت یک چاکلیت میتیم شد خواه بچه جان دمیری خوش کیره خوش داری اسمار جان باش کمیده از پرساد دمیری خوش سیبه سیب خوش مربوزیات خودش خود تازیش مربوزیات پسته خوشم میاد آقا پسته و جلغوزه و چیزا رو کل خوش داره اگه نسوار باش بده این نسوار این اینی زیر زبان بان اگه اس نسوار کرد قوی نبود بیش از بسم الله اینجا در سر دیگه هم نسوار و نسوار میگفت خلیفه آشپز زیره رو برشن نسوار زیره رو میداد میزد و نمورد من چی میفهمید نمیفهمید نسوار وی وی سخی جان سخی جان تو چوه بیاده خود شدی
ما تو همی سه روز همی کالای ما در جان ما ایت نکشیم همی کالا یک جور کالا جور کردیم دیگه مام نکشت مام هم یک جور خب دیگه تام خب دیگه برادر نه ما دو جور دیگه ما دو جور سه جور می پوشن دیگه ما خطفل نیستیم او را نه نه دو جور جور کردیم یکی نی یکی اون آبی که اوشاوی که برنامه بود اصلا ماشای زیاد است لابا مگید گشتک میرم نه نه مادر مسکین داده بود که بره خیلی باید کابلی رو در مخیات بود که دقیق کالا کنی گیره مادر روان کرده گیره مادر تکیش بریم داده بود نه سال نو که رفته بودم با تکیش داده بود که خیلی در خود جور کنی خدا جمشید دوری کلو لگک دیگه خورد بوده من میگم خیلی دو ساله سه ساله اگر نه اینه بخیر مای دیگه سلام یک سال میشه سلامتی چی میگی دو سال از قصایی رو میکنی اما شش ماه آمدنت نمیشه نه دو سال یعنی شش ماه سن اش ماه دو سال از قصایی رو میکنه مای جوزا هشت جوزا یک سال میشه کمک کاش دیگه تو باب دندان بغل بگیر منم شو خوش میگم دندان نکنیش یک دندانک دیگه یک دندان السلام علیکم سلام السلام علیکم السلام علیکم ساقی جان برای چای پرتو من کی میبینم فکر کنم در خاطر اینکه تمام ویدا کم بودی شما کلان کلان چاخ مثل کاسه پلخمان یک زنه مشکلات و اینا مویای مرا بود شامپوی تاریخ تر شده چک نمی کنیم تاریخ های ازیره چقدر جان ما خورده ساقی چیه؟ ساقی نامازی چیست؟ نامازی یه چیستا همی جرنگانه جرنگانه میگینش این اینه میمونی که من میفهمیدم سخی یاد داره نداره ملالا تو خود هیچ چی میشه میشه تفلکو رو دوست داری سخی؟ نه بده در بغل سخی بودشه باش که اوگار نکنی سخی خو سخی که نه غلطانی خو سخی بغلش کنی سخی که شغه کرد اوگر که بگیر دوست اینه در پولیت اینه اینه متا آولا اینه ما ایره بگیر قد ازی بازی کن نامشیست؟ باب سیر جان سیر یه بگی لالا سیر بابا جان کجا را تو خوب میگی تفلک سخی ولی ها خدا کنه که بخیر تفل دار شدی تام چه قندول هست چه ما چه میگره نی نگک هست این نگک هست این کامره رو دیده دیگه چکسی نازش میدین آله چیز اما تو کیا اون رو نینی جان اللو اللو برش بکن اللو یا دونی اللو بابو بابا جان بیا بیا سیر جان بیا اوگارش نکنم بشیر گوگایش بیا 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 ای نام خدا چه خوردی بیا بیا کوکوار جان آ بندکای کرمش شما شده چقدر تفلک نازنین است چقدر نازک است بله بله تفلک نازنین است توفی خدا جان بله ها فیصل جان نه یگان خدا چتلا میکنه آ تفلک چیز پاک است یگان خدا چتلا میکنه نمود خانه واقعا سرعت تفلک ساتری و مزمون خانه تفلک مثل که نه شوخ شده نمود دفتر ما یک وقت سروایی سایی بود آل یحیای جان است دیگه آل نمود خوری شما سیر جان هم بله سخی جان تفلک در بغل گرفتی خوشت آمد نه والا خوشت آمد نامش چی هست نامش همون تا مسکین گنا داره نامش سیر جان هست دوره چی میگه دیگر اکی که میگم یا شام نوقت میشه ایره باید یک بار بیرم با صحبکی در چند روز عادت کرد که یک بار تولم سرک باید ببارمش خیلی تو عادتش داری دیگه تولم سرک میره اصلاکا زود یاد میگیرن جمشید عادت هم میکنن چی خب نام خدا باز بچه یک گوشار هست هم چی میگی میخواد اصلاکا رو دیده باشی اشمال جان زیادتر اون سمرای کاکا میگیرن یا امرای بابا و بیبی خواد حتی شب و روز امرایش خواه میشن مثلا همیشه بیشتر میباشن هر کسی که دوست داشته بودم طفلا میفهمم شاید میگه کام بابا که کاکای مرا دوست داره والا ما زیاد دوستش دارم نگاه دفعه میگم تو خیاسات چه وقت بعد چه محبت برش بتی اما قدر کوش میکنه که علاقه بگیره برات تا حیاتی گفتم که بر بچه‌کم کارا جور میکنم اینی مثل اولاد است بسیار شدید است اینا بخیر بسال ان شاء الله شاید یه قندولک باشه ما از خودت که بخیر در بغلکت بگیریشه خب برمیگرده به حکمت خداوند اگر لایق ببینه که یک روز ما پدر شاییم و طفل در بغل بگیریم هیچ شک نداشته باش دیگه بخیر پیش خداوند هیچ سختی ندارم ما راضی هستیم هرچی باشه بخیر باشه نه بخیر باشه صالح باشه انشالله که خداوند اولاد صالح نصیب نصیب به شما که بخیر و یک بچه که خداوند اجبرم بشه بگذنم بچه که غزنفری دیگه میشه اشماک شد اتمن شیر میگه نه نیم بقدر شیر دیگه خب من زیاد دوست دارم با ادیبان با اینا خیلی در ارتباط باشم آقای مهراز همکار ما که بود بعض شباب هم در ارتباط هستیم یک گروه هم داریم
بعض استادای ادبیات است دکلمه میکنن شعر میخوانن یک فضای دیگر است. شعر چیز بد نیست که تو بگویی که نه من خیلی دوست دارم. خب میفهمی تمام ظرافت، تمام زیبایی، تمام آنچه که بعضی گپا را آدم گفته نمیتونه، بعضی جملات آدم گفته نمیتونه، میتونه در قالب شعر بیان بکنه. خدا خونت آنستم اگر خدا من فرزنده بتد طور تربیتش بکنم که کسی باشه حداقل خودت تغییر بتد در فعالی خود چند تای دیگر که می یک تیم شدن که می تعصبات قومی و سمتی دوشن. دولت آباد هم تماشا میکنم تماشا میکنم تماشا میکنم چند روز دولت خب تزوی دل در ادامه برنامه خبر داریم سلام ریکارد یک دنیا تشکر از لطف و محبت برای روسیه من پرسان نکردم ما را گفته بودیم که میمانتان میشیم نو وقت هست دیگه تقریبا اینه و پین مانده ما مزاق کردیم دیگه اون مسئله چاشت ما شد نه ما امروز نه نخورده آمدیم سن خود اما وعده ای که دینه روز کرده بودیم ما در جایش یک چیز دیگه هم هست خانی قدیبانه در خدمتتان هست ما آمدیم خود رو ببریم دوست آشپز ما میمان رو ما کردیم شب اونجا دیگه هم به ایدی میریم یبتانه به نان خوردن والا برای هم خلیفی آشپز هست هم وید جان خود آرام کهی میمونه خیر است که مسافر هست آه وید خوب دلش خوش بودم که خانه ما اینجا نیست که کی گشت اکسنیم هم نهیم بیاده میوه برای ما در دفتر بگی پیشت میایم میمونی دیگه برای ما میمونی ما رو بده بعد ما وید میمان بکنیم خب میمان ما هست تاج سر ما هست باید یک میمونه آبا نه بازه که همی که یک نشه از مویی میشه یک بانه دگه یک بانه که دقیقه بیشینیم یه هم اید است هم تفریز برای ما شما اید را بانه کرد یک شب میشینیم یک شب روز کار کردیم باشه را بانه کرد دیدن یار برایم اگر موتر چپه میشد خدای نخواسته که ما دنیا را ترک میکردیم شاید روز بیستم بود چندم بود از فرمولا برم از خارج زنگ آمدم میخواید از موترتون تکر کرد ما چیم حالا من خود جای نرفتم مادرمون امروز جای نرفته که خوبی خیلی موتر ما دویدو تکر کرد اینا که برنامه رو دیدن فکر کردن که موتر خودم هست حالا که موتر از مجان بود بله خوب شد بخیر گذشت شکر که بخیر گذشت یک نفر سر موتر برش خندی هم کده بیاده ده این موتر تا ایج آباتی نیست اولاد غری همون موتر دغدغ از خودم هم نیست اون موتر از دفتر است. این موترت مویش رفته ترش مانده و هم موتر دفتر است که گونه امانت داده که اگان جای برنامه میریم یکان جای انت کار داشته باشه هنوز از یک دریور هم دست خدا پیش داختم آه دیگه بچه هم دریور هستم هم موزی برنامه سخی چی چوب میزنی؟ فلک همین میده طرف تا درست شد سخی جان چای پرتم برد؟ آه والا یک پلا چای چی پرتم؟ چای زفران پرتم؟ چی پرتم برد؟ یک چای تلخ خیمرم چای سیاه میگه دیگه که من چای تلخ برد پرتم سخی نازنین یک چای سخی تریاکی خونه نیستی که چای تلخ میخوری؟ ها؟ اما تو میشه بله ها تریاکی استی؟ نه سواری خواست اگه تریاکی نباشه سخی جان از یه بخیر میریم خانه تان سیست؟ آه بخیر ما رو میبری خانه تان؟ شماره مادر همی پیش کسی هست؟ والا بریم یک دفعه عدم هست ها ها پیش یا اینبار میریم خانه مادر سخی جانم اینجا هم خب میریم دوستا خسته نشه هر روز ایده هست یک ذره شاد باشن برنامه غیر قصه کردیم و نصیحت کردیم وقتش نیست که ما ایسای خدا نصیحت بکنیم وای جانم و پاکو یک سید بیسته رو قصه گو اونم یک سید بیسته دیگر اونم خودش سخی یک فکایی خوب بگو بچش ما فکایی رو بلد نیستم چندان سعی بلد نیستم آسیب تکلیف ها رخ کده بدناشان خیلی دایی کار فعالیت که ما را بینیده هستن خیلی تشکر تشکری کلم بخوایی گفت اینی بخواییش بود خواه سخی جان بمی سیر می خواندن کن تو بچگه که خواندن کن هم شایات هست میتو میکنم یه خواندن میخوانی کدام شایات؟ همون شایات که دوتر بودیم باز میتو میکنم طرف بستو شروع بودیم بیاد آمد؟ کدام خواندن بود؟ یکانه خواندی بسیار جالب که ماتر همه شود نه؟ بله بجان ما مدد هم که
یار جان تو بهتر باش نباشه، من میرم شهر کابل از تو باشه که ماتم میشود نه و جان ما مده تو نه یاد ندارم باش بخوان بخوان نه خود نیست بس یار بخوان بس یار کچه بخوان دیگه های برو بچیش یک فکایی دیگه هم بگو سخی سخی همین فکایی شواره سخی ها یک فکایی دیگه هم بگو یک فکایی هم یک تا یک فکایی را بلد نیستم اگر بسیار سرطان فشار آمد زور آمد یک کش نسوار بزنید یعنی خودش فکایی بود این فکایی از خودش هست حالا آدم فکایی که یاد نداشت با سرطان فشار آمد نسوار بیا من خواهی یک نسوار نداشتم او بچه عملی هم هستی در جیبت نسوار نداری سگرت نداری گفتم ایوازی از امی کارایتان کرده یک دانه سگرت میدادن خوب بود یک نسوار بتخواه نسوار نداشتم خواه خیر سخیر جان خواه خیر باشه اگر شد بازدویر یک چیز یک میوه برات میگیریم که نسوار فراموش چه سیست؟ خب نه تا آخر عمر فراموش شد والا بعد بختانه که عادت بد از دیگه عادت بد از سرگم کردن بساس سخت است فکر نیستیم تو بیاده جای رفتنی هستی نیستی خانه می باشی جای رفتنی خواستیم امره خدا شما برنامه است و ثبت بکنیم ما را خواهد که کارمند هستیم و شما کسی دستور داده شود عملی کنیم یک جا باز میریم اول خواهد باشنه می جن شب نان امره من روشو جان بکنیم بریم که چند جای دیگه پیش دوستا باید بریم پیش رفقا بریم خانه رئیس بریم دیگه بعض جایا باید بریم دسترخوان رئیس ببینیم ها دیگه دسترخوان جاویده ببینیم خود رئیس خواه اجازه فامیلی نداره تصویر اما در خانهشان خواه میریم میویشان خواه میخوریم بله یا از یه بریم خانه سخی خواه کار میکنیم اگر شد خانه سخی بریم موتر ششتر برنامه میکنیم همونجا تنظیم کنیم بابو چی کردی؟ عرب جان اجازه است بریم تو بابو جان بگی ببر بیاد آ سعید خیر خب ما بازم شما رو خوش آمدید میگم خوش باشید خوش آمدید قدم رنج کردین ممنون محبتتان و تشکر از عزیزای بیننده که تا این دم همراهی کردن بیننده برنامه بودن مهمان خانه بنده بود که با دوستا شیشتیم قصه کردیم یک ساعت درد دل انشاءالله که براتون خوش گذشته باشه ایام به کامتان زندگیتان مملو از خوشبختی و صحتمندی من میبیاد از واده را فرزنده که ناز خود ببرم شما هم روی فیصل جان و وی جان و اجمل جان باشید زود بر ما میگرد شد اون بخیر کلا دوستای عزیز ما بازم از صمیم قلب ایده براتون تبریک میگیم و با یک صدا خداحافظ خداحافظ